درود خدمت دوستان، در این جلسه اومدیم جمع‌بندی از مطالبی که در گذشته گفتیم و داشته باشیم و ببینیم که تحلیلی اگه بخوایم به کندل ها نگاه کنیم، بغیر اینکه اصلا اسمشو بخوایم بدونیم، به چه شکلی بوده. ببینین، ما در ابتدا گفتیم که یک کندل داریم خیلی بزرگ، اصلا با اسمش هم فعلا کار نداریم، فقط میخوایم در این جلسه مطالبی که تو الان خوندیم و یه خورده تحلیلی بهش نگاه کنیم. این کندل گفتیم بدنه خیلی قوی داره، که این بدنه خیلی قوی در واقع به شکل سبزه. اولین چیزی که توی این کندل ما میبینیم چیه؟ یک شمع سفید بلندیه، بدنش بلنده، که نشونگر حکم فرما بودن چیه؟ خریدارانه. چرا میگه حکم فرما بودن خریداران؟ چون که قیمت از کف شروع کرده به افزایش قیمت تا به قیمت کلوز برسه و روند صعودی رو داره نشون میده. پس این خریداران بودن که قیمت رو به سمت بالا پرتاب کردن و به قیمت پایانی رسوندن. این نکاتی که میگم رو حتما ذخیره کنین، در واقع یه جایی بنویسین، یک دفترچه، یک وردی، جایی که داشته باشین حتما. دومین نوع کندلی که داشتیم دقیقاً کپ همین کندل بود. من همینو کپی میکنم میارم کنار. دومین نوع کندل به این شکل بود که به شکل قرمز بود و مثلا سایه هم پایین. حالا سایه اینجور کندلا به اون صورت مهم نیست، فقط اعتبار رو بیشتر میکنه. مثلا در اینجا اگه سایه بالایی نداشته باشه، حتی اون فروش لحظات آخر هم نداره که بیاد پایین بسته شه، فقط قدرت تقاضا رو مثلا بیشتر میکنه. مثلا اگه به این شکل باشه که اصلا سایه بالایی نداشته باشه، ولی این شکلی یعنی در روی خود ارزم در نهایت در آخرای بازار بوده، ولی ماهیت کلیش سعودی بوده. در اینجا چی ما میبینیم؟ یک شمع قرمز بلند. توی کتابا گفتیم که به شمع قرمز یا نزولی چی میگن؟ شمع سیاه، بلک. نشونگر چیه؟ نشون میده که توی اینجا فروشندگان حکم فرما هستن تو بیشتر اوقات. حالا چرا میگیم که این فروشندگان، این عرضه کنندگان در واقع قدرت بیشتری دارن؟ چرا که ما قیمتمون در بالا شروع به کار کرده، گفتیم کندل قرمز همینه دیگه، رفته 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 اومده رسیده به قیمت پایانی و قیمت به شدت کاهش پیدا کرده. میبینید در اینجا خب خیلی واضحه، ما یک فشار فروش خیلی قوی داشتیم که قیمت رو از یک مقطع بسیار بالا با یک بدنه بسیار قوی به سمت پایین کشونده. چه زمانی اعتبارش حالا بیشتره؟ وقتی که این سایه پایینی هم نداشته باشه، یعنی که اون لحظات آخر هم به سمت بالا نیومده باشه. تا حالا دو تا کندلی که تا حالا با هم یاد گرفتیم و دوباره مرور کردیم. کندل بعدی چیه؟ کندلی بودش که به این شکله. حالا میتونم مقداری سایه بالا و پایین داشته باشه و رنگش هم به آنچنان برای ما مهم نیست، یعنی همین رو ما میگیریم میاریم پایین. خب این دوتا کندل نشونگره چیه؟ یه خودم بیارم پایین که خیلی دیگه به هم چسبیده نباشه. این دوتا کندل شمعمون داره چیه؟ توی کندل در واقع هر دوتاشون، چه قرمز چه در واقع سبز، یک شمع کوتاهه که نشونگر اینه که خریداران و فروشنده بلا تکلیفن. رقابت بین خریداران و فروشنده مشخص نشده، هیچ کدوم نتونستن بر دیگری غلبه کنن و بازار تقریبا تو همون جایی که باز شده هم بسته شده. مثلا تو قرمز یه مقدار پایین‌تر بسته شده، تو سبز یه مقدار بالاتر بسته شده. پس ببینید الان ما یک نوع کندل داشتیم که توضیحش رو دادیم، حالا نامگذاری هم کنم. دومین نوع کندلی که تا الان گفتیم، این اصلا من به اسمش هم کار ندارم، تو این قسمت داریم فقط تحلیل اون چیزایی که خوندیم و تکرار میکنیم که شما آشنا بشید. نوع دیگه کندل چیه؟ نوع دیگه کندل من اگه وقت گرفته نشه سریع همینا رو کپی میکنیم میاریم کنار. شما فرض کنید که این به این شکله و حالا رنگش سبزه، یا نه دنش هم سبز،
یا نه کپی میکنیم و این کندل هم کپی میکنیم میاریم اینجا. خب تو این دوتا کندل ما چی متوجه میشیم؟ خودم کوچیک کنم که منظم تر به نظر بیاد. خب ما توی این دوتا کندلی که میبینیم چی متوجه میشیم؟ کندل نامگذاری هم کنم، دوتا کندلی که توی دسته چهارم هم. خب ما چی متوجه میشیم اینا؟ شمع دارای یک سایه بلند پایینه، یعنی سایه پایینیشیه بلنده که چی نشون میده؟ نشون میده که خب فروشندگان در بازار غالب بودن و در نهایت خریداران قیمت رو به سمت بالاش هدایت کردن که قیمت دوباره تو همون محدوده‌ای که باز شده بسته شده. یعنی چی؟ گفتیم که چی؟ توی این دو کندل فروشندگان در ابتدا غالب بودن، اووردن پایین قیمت رو و سپس این خریداران بودن که در آخرهای بازار قیمت رو بالا بردن و مثلا توی کندل سبز بسته شده اینجا. تو کندل قرمز فروشندگان بر بازار غالب بودن باز هم به همین شکل و از اینجا اومده پایین و در نهایت خریداران قیمت رو بردن بالا در آخرین دقایق. پس این شمع ها نشون دهنده اینه که در ابتدا حالا میتونه بر اساس هیجانات باشه، میتونه بر اساس در واقع یک خبری باشه که قیمت رو به سمت بالایی و اینها کشونده و این حالا دلیلاش متفاوت میتونه باشه که باید تحلیل و آنالیز کنیم کندل رو تو اون روز. پس نشانگر اینه که در ویژگیش اینه که خریداران در تایم آخر بازار با قدرت قیمت رو به سمت بالا پرتاب کردن. خب این دسته از کندل ها هم نام بردیم. دسته دیگه که تو جلسه پیش هم یاد گرفتیم بیا چه شکل بود؟ ما گفتیم همین کندل رو حالا داریم برعکسه. شمعش که ما داریم سایه بالا زیاده سایه پایین کمه. این دوباره بازم همین رو ما داریم. دسته پنجمی که الان خواهم نام ببرم باز هم همین شمع ها رو داریم ولی شم پایینه، بدنه پایینه، سایه بالا زیاده. دسته پنجمی که تو الان آموزش دیدیم. خب تو این دسته ما چی میگه؟ خیلی واضحه دیگه. ببینیم توی این شما که ما میبینیم خیلی راحت میبینیم که سایه در واقع بلندش تو بالا قرار داره. خب نشونگره چیه؟ که تو ابتدای بازار برعکس حالت قبله خریداران غالب بودن و در نهایت در انتهای بازار فروشندگان پیروز میدان بودند و باعث شده که قیمت دوباره به جای اولی خودش برگرده. خب این چی نشون میده؟ این تو کندل سبز مثلا خریداران قیمت رو بردن بالا، خریدارانی که توی بازار بودن، وقتی قیمت رفته بالا تو انتهای بازار فروشندگان بر خریداران غالب شدن، پیروز شدن و قیمت رو بردن پایین و اینجا قیمت بسته شده. فشار فروش رو در نهایت به ما نشون میده در دقایق پایانی. توی اینجا هم به همین شکل قیمت رفته بالا، خریداران ظاهر شدن ولی این خرید زیاد دوام نداشته و فروشندگان پیروز میدان شدن و قیمت رو به سمت پایین تو دقایق آخر کشوندن. پس ما اینو کندل رو میبینیم یک کندلیه که در نهایت فروشندگان پیروز بودن. پس این کندل ها هم توضیحش داده شد. آخرین نوع کندلی که ما دیدیم، یعنی الان ما با اسمش هیچ کاری نداشتم، فقط اومدیم تحلیل کردیم. آخرین کندلی که ما داشتیم شمعی بودش که سایه بالا و پایینش بلند بوده و یه بدنه هم وسط داشته. پس نوع ششم از کندل هایی که ما داریم. حالا میخوایم این کندل ها رو تحلیل کنیم. این کندل چی بود؟ همجوری هم که داریم میبینیم شمع سایه بالا و پایینش بلنده. چی رو نشون میده به ما این دوتا شمع الان؟ داره نشون میده که تلاشی که خریداران و فروشندگان کردن نتیجه ای نداده. هیچ کدوم نتونستن بر دیگری پیروز بشن. همجوری که گفتم تنها با از این ور کشیدن، از این سمت کشیدن، در آخرم
وسط بسته شده، مساوی بسته شده. این سمت تناب از بالا کشیده، تناب از پایین کشیده، پایین بسته شده. فروشندگان قوی بودن. این سمت تناب از بالا کشیده، تناب از پایین کشیده، خریداران برنده بودن در آخر. می‌بینید؟ و اینجا هم که گفتیم که اصلا انگار ثباتی توی بازار بوده. اینجا هم که گفتیم که خریداران خیلی قوی بودن و سمت بالا رفته. از پایین شروع کرد و سمت بالا رفت. اینجا هم که تقاضا کنندگان خیلی قوی بودن، قیمت پایین بسته شده. توی اینجا هم مثلا که تعادل بوده. مثلا قیمت رفته بالا اومده پایین، دوباره رفته بالا دوباره اومده پایین. این پایین این وسطا دوباره بسته شده. دوباره همین کندل قرمز. قیمت از در واقع اوپن رفته بالا دوباره اومده پایین، دوباره رفته بالا دوباره همینجا بسته شده. یعنی یک طرفی که مثلا خرید داره و در طرف دیگری که تقاضا کننده و عرضه کنندگان هستن، هیچ کدوم نتونستن بر دیگری غلبه کنن. نه تقاضا بر عرضه غلبه کرده که بره به سمت بالا بچسبه قیمت، نه عرضه بر تقاضا غلبه کرده که بره به سمت پایین بچسبه. هم فروشندگان هم خریداران زوری نداشتن که تعیین جهت کنن برای قیمت. یعنی چی؟ یعنی روندمون فعلا میتونه خونسا دنبال بشه توی اون چار، یا اگر روند صعودی باشه قوی باشه این کندل زده بشه، این که روندمون بعد مدتی میتونه اصلاح داشته باشه، نوسان داشته باشه، خونسا حرکت کنه بعد از این. پس این جور کندل ها هم به این شکل بود. پس ما اینجا 6 تا دسته کندل رو تو این جلسه تحلیلش رو انجام دادیم، تحلیل این کندل هایی که تا به اینجا یاد گرفتیم. و دسته اول کندل هایی بودش که من با مشکی جداش میکنم که شما هم داشته باشید. دسته اول دسته ای بودش که گفتیم که بدنه بلند داره، سایش زیاد در واقع قوی نی. دسته دوم هم به همین شکل بود، فقط فرقش با این بود، این بودش که توی دسته اول ما تقاضا خیلی قوی بود، توی دسته دوم عرضمون خیلی قویه. دسته سوم شمعمون اصلا کلن نه سایه بلندی داره، نه در واقع بدنه خیلی بلندی داره. این دسته هم نشون از بی‌ثباتیه. فقط فرقش با دسته ششم اینه که هیجانش توی این دسته بسیار کمتره. و دسته پنجم و دسته ششم، چهارم سایه پایینی زیادی داره هر دو تاش، پنجم سایه بالایی زیادی داره که توضیحش رو کامل دادیم. قیمت ابتدا فروشنده داشته اومده پایین، بعد یه خریدار زاد شده و بردتش بالا و خریداران در آخر پیروز بودن. تو قسمت پنجم فروشندگان در آخر پیروز بودن، چه کندل سبز باشه چه قرمز باشه. تو کندل دسته ششم ثبات داشتیم با اینکه هیجانات بوده، ولی در آخر بازار به ثبات رسیده. پس ما کامل در این جلسه اومدیم 6 دسته ای از کندلی که تا حالا باش آشنا شدیم و به صورت تحلیلی حرف زدیم. مثلا من نام کندل الان اینجا نبردم. حالا شما میتونید ببینید توی قسمت‌های قبل بگین که این کندل‌ها به چه شکل بوده و در واقع چه خاصیتی داشته. و دیگه بیش تحلیل‌های جانبیشو بیشتر میتونید خودتون دیگه انجام بدین. اگه مثلا هر چقدر این کندل به دوجی شکل نزدیک‌تر باشه تا به فرفره، این کندل بی‌ثباتیو بیشتر نشون میده. ولی اگه مثلا یه خود بدنش متوسط باشه و کوچیک باشه، این داره نشون میده بیشتر به نزول مثلا در واقع اعتبار میده. اگر این کندل هم باز روی هم بیفته بیشتر دوجی شکل باشه، اوپن و کلوزش با هم برابر باشه، نشون از بی‌ثباتی بیشتر میده. ولی اگر سبز باشه نشون میده که مقدار صعود داشتیم. تو کندل های دیگه هم به همین شکل، اگر دوجی باشه قوی تر حالتش تا اینکه بدنه داشته باشه. و بعد با توجه به اون حالت، با توجه به اون کندل بررسی کنیم دونه به دونه، با توجه به نکاتی هم که تو هر کندلی بهتون گفتم بررسی کنید. کامل اومدیم کندل ها رو ما بررسی کردیم و این قسمت هم اومدیم یک جنبندی در مورد کلیت کندل هایی که تا الان آموزش دیدیم داشته باشیم. امیدواریم که این آموزش نهایت استفاده رو برده باشید و پرسود و موفق باشید.